با سلام، در درس امروز با ساختار و انواع جمله در زبان فرانسوی آشنا میشیم. تو زبان فرانسه یک جمله ساده و نرمال دارای کاراکتر و اجزای زیر هستش. اول از همه سوژه یا همون فاعل قرار داره، بعد فعل یا همون ورب، و در انتها کمپلمو تکمیل کننده جمله قرار میگیره. البته این ترتیب همیشه رعایت نمیشه و گاهی عده‌ای از این اجزا در جمله وجود ندارن یا جاشون عوض میشه. دو مثال و دو جمله ساده در اینجا میاریم. Tu manges la pomme. Tu manges la pomme. یعنی تو اون سیب رو میخوری. Je suis iranien. Je suis iranien. قبلا تو بخش الفبا یادتون هست که ایرانیان یعنی یک خانم ایرانی، ولی ایرانیان، je suis iranien، یعنی من یک آقای ایرانی هستم. وقتی که به خانم اشاره میکنیم در آخر اون حرف نون خونده میشه و واضح شنیده میشه و املای کلمه هم متفاوت هست. در زبان فرانسوی 4 تیپ جمله داریم: جمله خبری یا همون فراز دکلراتیو، فراز انتروگاتیو، جمله تعجبی فراز اکسکلاماتیو، و جمله امری فراز امپراتیو. حالا برای هر کدوم از اونها یک مثال ارائه میدیم. جمله خبری همچنان که از اسمش پیداست خبری رو به ما میده و ساختار اون ساده است. Je m'appelle Nima. Je m'appelle Nima. اسم من نیما هست. اول جمله با حرف بزرگ، در آخر جمله یک نقطه میذاریم. در اول جمله فاعل یا همون سوژه، بعد فعل یا همون ورب، و در پایان ادامه جمله یا همون کمپلمومون رو داریم. نوع دیگه جمله گفتیم جملات سوالی هستن. Avez-vous des enfants؟ Avez-vous des enfants؟ خب ابتدای جمله با حرف بزرگ، در انتها علامت سوال. ولی اینجا یک نکته ای هست. اگه دقت کنی جای فعل و فاعل جمله عوض شده. به جای اینکه در اول جمله فاعل رو داشته باشیم، فعل در اول جمله اومده. آیا شما بچه دارید؟ خب جواب این سوال رو میشه به دو صورت داد. یکی به فرم پوزیتیو، میشه گفت بله من بچه دارم. Oui, j'ai deux enfants. بله من دو تا بچه دارم. اگه دقت کنین بین فاعلمون که ژ هست و فعلمون که ا به معنای داشتن، در این وسط یک علامت ویرگول در بالای حرف ژ قرار گرفته که اصطلاحاً بهش آپاستروف میگن. این جایگزین حرف ا شده. توی یک جمله هر وقت دو حرف صدادار دو کلمه مختلف در کنار همدیگه قرار بگیرن، حرف صدادار اول حذف و تبدیل به آپاستروف میشه. اینجا ا ژ حذف شده و به آپاستروف تبدیل شده. این کار به خاطر تلفظ روان و بهتر کلمه صورت میگیره. میشه جواب سوال رو به صورت منفی داد. Non, je n'ai pas d'enfant. مثل مثال قبل باز
اینجا ن و ا با هم دیگه تقریبا میشه گفت ادغام شدن و ای دو حذف شده و بذاش آپاستروف قرار گرفته. نوع دیگه جملات، جملات تعجبی هستند. این نوع جملات بیشتر جملات احساسی هستند که تعجب رو نشون میدن. کلبوتون چه هوای خوبی. بدیهیه که در پایان جملات تعجبی علامت تعجب رو داریم. چهارمین تیپ از جملات، جملات امری هستند. خاص امپراتیو. به وسیله این جملات ما یک دستوری رو صادر می‌کنیم. اصطلاحاً به وسیله این جملات ما اوردر می‌دیم، دستور می‌دیم. الونزی، پاشیم بریم. معادل همون لتس گو انگلیسی هستش. اگه دقت کنین در پایان جملات امری هم علامت تعجب قرار داده میشه. وزی، زود باش. یه نکته دیگه هم که اینجا باید بهش اشاره کرد که توی این جملات ما فاعل نداریم. در درس این جلسه در مورد فاعل جمله در زبان فرانسوی صحبت میکنیم. در یک جمله نرمال گفتیم که ما معمولاً فاعل جمله رو داریم، بعد فعل جمله و بعد ادامه جمله. برای مثال مون فرر ام لورانج. برادر من پرتغال دوست داره. توا لا واتور. تو ماشین داری. چه کسی ماشین داره؟ تو. چه کسی پرتغال دوست داره؟ برادر من. نو مانژون لو شوکولا. ما شکلات میخوریم. خب چه کسی شکلات میخوره؟ ما. ما فاعل جمله است. پس فاعل جمله کسیه یا چیزیه که اون فعل رو انجام میده یا اون فعل در مورد اون اتفاق میفته. در اینجا لازمه من نکته رو در مورد تلفظ کلمات در زبان فرانسه خدمت عرض کنم که واقعا تلفظ کلمات راحت و آسون نیست. نیاز به تمرین زیاد، نیاز به شنیدن زیاد داره و همواره باید در حال یاد گرفتن تلفظ باشیم. برای مثال اینجا در کلمه ما نو اس در آخر خونده نمیشه، یا در کلمه تو داری تو ا اس خونده نمیشه و به این ترتیب. در این مورد سعی خواهیم کرد در آینده یک ویدیو درست کنیم. فعلا این رو داشته باشین که کلمات رو همون جوری که میشنوید یاد بگیرید و به خاطر بسپارید. پس گفتیم در یک جمله فاعل میتونه اسم یا یک گروه اسمی باشه، میتونه یک ضمیر باشه، میتونه یک فعل به صورت مصدر باشه و حتی میتونه یک گروه فعلی باشه. در آینده در مورد تمام اینها صحبت خواهیم کرد. چیزی که برای ما در این سطح مهم هست اینه که ما بدونیم که یک اسم یا یک ضمیر میتونه فاعل باشه. ضمیر کلمه‌ای هست که به جای اسم قرار میگیره. مثل زبان فارسی در زبان فرانسوی هم انواع مختلف ضمایر رو داریم. برای مثال یک ضمیر میتونه یک ضمیر شخصی باشه، خونو پرسونل، مثل جو، تو، نو، من، تو، ما. خب گفتیم ضمیر میتونه در ضمن یک ضمیر موصولی یا پرسشی باشه، پرونوم غلاتیف یا پرونوم انتروگاتیف، مثل کی، کوا، لوکل. همچنین یک ضمیر میتونه یک ضمیر اشاره‌ای باشه، پرونو دمونستراتیف، مثل سلوی، سلسی، سو. همچنین
ضمیر میتونه یک ضمیر ملکی باشه، پرونوم پوسسیو، مثل لامین، لوتیان. همچنین ضمیر میتونه یک ضمیر نامعین باشه، مثل پلوزیور، شکان. در اینجا سعی میکنیم با چند تا مثال رابطه بین فاعل و فعل جمله و تأثیری که فاعل روی فعل جمله میذاره رو برای شما ارائه بدیم. سارا مانج لورانج، یعنی سارا پرتقال رو میخوره. مانج تو لپوغ، مانج تو لپوغ، یعنی آیا تو گوشت خوک میخوری؟ گاهی اوقات توی محاوره جای فعل و فاعل در جمله سوالی عوض نمیشه، فقط با عوض کردن لحن جمله سوالی میشه. یعنی میشه همین جمله قبلی رو به این صورت مطرح کرد: Tu manges la porc؟ Tu manges la porc؟ خب همون سوال هست. اگه دقت کنیم اینجا میبینیم که فعلمون در دوم شخص یک حرف اس اضافه داره. Nous mangeons le chocolat، یعنی ما شکلات میخوریم. اگه نگاه کنیم، خب در هر سه جمله فعل خوردن هست، ولی فعل بسته به فاعل تغییر کرده و اجزایی به اون اضافه شده. اصطلاحا میگیم فعل صرف شده. سعی خواهیم کرد در ویدیو بعد در مورد ضمایر شخصی بیشتر توضیح بدیم و همچنین چند فعل ساده رو به همراه ضمایر شخصی مربوطه صرف کنیم. امروز میخوایم در مورد ضمایر فاعلی در زبان فرانسه صحبت کنیم. Le pronom personnel sujet. برای مثال توی جمله میگیم رضا اتوا ات کنتون. رضا و تو خوشحال هستید. خب میتونیم به جای رضا و تو از شما استفاده کنیم. میگیم vous êtes content. این شما خوشحال هستید. شما اینجا ضمیر فاعلی هست، به جای فاعل جملهمون نشسته. La rose est rouge. La rose est rouge. روز قرمز هست. خب میتونیم به جای روز، گل روز، یک ضمیر بذاریم. بگیم elle est rouge. چون روز در زبان فرانسه مؤنث هستش. تو زبان فرانسه تقریبا همه اجسام و همه اسما یا مؤنث هستن یا مذکر، جنسیت دارن، مثل زبان فارسی نیست، تقریبا بیشتر مثل عربیه. پس اینجا ما میگیم لا روز ا روژ، ال روژ، بذارون میام ضمیر میذاریم به جای اسم. پس ضمایر فاعلی ضمایری هستن که به جای فاعل جمله قرار میگیرن. ضمایر فاعلی بسته به تعداد، یعنی مفرد و جمع بودن، و بسته به اینکه شخص حضور داره یا غایب هست یا متکلم کسی که صحبت میکنه، خب مثل زبان فارسی که میگیم من، تو، او، ما، شما، ایشان، اینجا هم همینه داستان. کسی که صحبت میکنه متکلم فرد اول هستش، پرومیر پرسون. خب اگه مفرد باشه میشه من، میشه ژو. اگه جمع باشه میشه ما، نو. برای دوم فرد، کسی که ما مخاطب هست، کسی که باش صحبت میکنیم، میشه دوم شخص. اگه مفرد باشه خب میشه تو فارسی، میشه تو. اگه جمع باشه، عده زیادی باشن، چند نفر باشن، میگیم شما، وو. اینجا یه نکته هست که اینجا مثل زبان فارسی، تو زبان فارسی هم ما همین رو داریم. برای احترام هم ما گاهی به یک نفر که مفرد هست، تنها هست، ولی به خاطر احترام بهش میگیم شما. خب وقتی میگیم شما بهش احترام میذاریم، بیشتر هدف احترام هست. تو فرانسوی هم همین رو داریم، میتونیم وو رو هم برای چند نفر و هم برای احترام به یک نفر به کار ببریم. سوم شخص
یا همون کسی هست که ما در موردش صحبت میکنیم. پس اول شخص کسی بود که صحبت میکنه، متکلم. دوم شخص کسی هست که باهاش صحبت میشه، مخاطب. و سوم کسی هستش که جمله در مورد اون هست، در موردش صحبت میکنیم، حضور نداره یا حداقل تو مکالمه نیست، غایب هست. تو زبان فرانسه سوم شخص یه خورده متفاوت هست با زبان فارسی. ما در زبان فارسی برای سوم شخص در هر حال او رو داریم، حالا چه خانم باشه، چه آقا باشه، چه مذکر، چه مؤنث. ولی اینجا ما در مفرد ایل، ال و اون. ایل برای یک فرد یا یک شیء مذکر به کار میره، ال برای یک خانم یا یک اسم مؤنث به کار میره، اون یه خورده قضیهش متفاوته. میشه گفت که اون جنسیت نداره، حالت خونسا داره و بیشتر تو محاوره استفاده میشه. وقتی که تو محاوره استفاده میکنیم بیشتر به معنی ما هست، میگیم مثلا فرض یا به معنی یک کسی یا یکی. موقعی که در حالت کلی و ژنرال صحبت میکنیم، در حالت کلی صحبت میکنیم، کلیگویی میکنیم، و گفتم یا در محاوره در مورد میگیم ما این کار رو کردیم، ما فلان جا رفتیم، بیشتر از این کلم استفاده میکنن. ولی تو نوشتن هیچ وقت اون رو به جای نو نمینویسن. وقتی که تو نوشتار میاد بیشتر به معنی یک کسی یا مثلا مردم، همه مردم، به این معنی هستش. ضمایر فاعلی برای سوم شخص به حساب در مورد ضمایر فاعلی جمع ایل و ال هست. از لحاظ خوندن اون اس آخر تلفظ نمیشه، دقیقا مثل ایل و ال مفرد هست از لحاظ تلفظ. ایل، ال. ایل برای یک مجموعه یا یک چند تا جسم یا فرد مذکر، و ال همچنین برای چند نفر مؤنث یا چند جسم یا شیء مؤنث به کار میره. اینجا هم یک نکته ای هست، هرگاه در مورد مجموعی از افراد که به حساب مؤنث و مذکر قاطی باشن، گروهی از افراد که مؤنث و مذکر باشن، یا گروهی از اسامی که مؤنث و مذکر با همدیگه قاطی باشن صحبت کنیم، همواره از ضمیر فاعلی مذکر استفاده می کنیم، از ایل استفاده می کنیم. در اینجا میاییم دو فعل ساده رو با ضمایر فاعلی که هست صرف می کنیم در زمان حال. یکی فعل مخشه. مخشه همون یعنی قدم زدن. جو مخش، تو مخش، ایل مخش، ال مخش، اون مخش، نو مخشون، وو مخشه، ایل مخش، ال مخش. فعل بعدیمون فعل دونه یا همون دادن. جو دون، تو دون، ایل دون، ال دون، اون دون، نو دونون، وو دونه، ایل دون، ال دون. اگه توجه کرده باشید اینجا یک نکته هست و اون این که تلفظ اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع مثل همه، یعنی در گفتار دقیقا مثل هم تلفظ میشن، هیچ فرقی نداریم. وقتی ما میگیم je marche, tu marches, il, elle, on marche, il در حالت جمع با اس، marche، il با اس، همراه با اس، marche، تو همش میگیم marche. در بیشتر مواقع به این صورت هست، یعنی تلفظ مثل همه، فقط در ما و شما یعنی نو و وو فرق میکنه. نو مخشون، وو مخشه، نو دونو، وو دونه، به ضمیر فاعلی مربوطه فرق میکنه. تا اینجا به این نتیجه شاید رسیده باشین که حروف مثل اس، ز، ت در آخر کلمه خونده نمیشن. وقتی که تنها به آخر کلمه میرسن خونده نمیشن. اینجا ما مصدر رو داریم برای هر کدوم از فعل ها، مثلا مخشه، دونه.
اگه ما اوئق رو از فعل برداریم باقی مانده بن فعل هست. این بن فعل دقت کنین در تمام ضمایر فاعلی تکرار شده. مخش و دون در صرف فعل تکرار شده. تنها چیزی که فرق کرده به حساب ادامه فعل هست که برای جو یه او گرفته، برای تو او اس گرفته، برای ایل ال اون او گرفته، دقیقا مثل جو، هیچ فرقی با هم ندارن. برای نو او ان اس گرفته، برای وو او زد گرفته، او زد. جنبندی کلی اینه که در فعلهایی که آخرشون با او و اغ به اتمام میرسه، برای اول شخص به حساب جو ما بن فعل رو داریم به اضافه حرف او. برای دوم شخص مفرد ما بن فعل رو داریم به اضافه او اس. برای سوم شخص مثل اول شخص فرقی نمی کنه او. برای اول شخص جمع او ان اس. برای دوم شخص جمع او زد. و برای سوم شخص جمع او ان ت. در این حد برای این جلسه کافی هستش. امیدوارم که مطالب رو پسندیده باشید. اگه اینطور هست لطفاً ویدیو رو لایک و با دوستانتون به اشتراک بذارید تا ما بتونیم ویدیوهای بیشتری تولید کنیم و در خدمتتون باشیم.